حقیقتش رو بخواین آقای نوبری مسائلی رو مطرح میکنن که من سعی میکنم به قول شما ریاضیدانا یه جوری مماس از کنارش بگذرم و واقعا وارد بحث نشم. ایشون هی میگن که ما وقتی انقلاب کردیم یه نظام استبدادی و دیکتاتوری رو سرنگون کردیم، ما میخواستیم مستقل باشیم، ولی خب چون آمریکایی‌ها با استقلال کشورها مخالف هستند، میخواستن کودتا بکنن، میخواستن این کارو بکنن، میخواستن اون کارو بکنن، ما مجبور شدیم آمریکا ستیزی بکنیم، ما مجبور شدیم سفارت آمریکا رو بگیریم اینها. یا اون مسئله که در مورد ملی شدن نفت میگن اینها. ببینید واقعا آدم نمیدونه از کجا شروع کنه اینا رو پاسخ دادن و پاسخ گفتن. گفتن این که آمریکایی‌ها با ما مخالفت رو شروع کردن از بعد از 22 بهمن، خب آقای نوبری چرا؟ ایشون و همفکرانشون جواب میدن خب برای اینکه آمریکایی‌ها در ایران یه منافعی داشتن، این منافع قطع شده بود، ایران یه کشور مستقلی شده بود و آمریکایی‌ها شروع کردن. خودم من جواب میدم کدوم همفکرای من درست اونا شروع کردن مخالفت کردن. اصلا من به شما هم جواب نمیدم دوستان. علت این که آمریکایی‌ها با ما مخالف بودن این بوده است که جمهوری اسلامی ایران یک کشور مستقلی است، بنابراین آمریکایی‌ها چشم دیدن یک کشور مستقل رو ندارن. ما هم هی خواستیم باهاشون راه بیایم، هی خواستیم باهاشون همکاری بکنیم تو افغانستان، تو قرقیزستان، تو بلوچستان، ولی نه، چون ما مستقل هستیم. خب سوال پس معلوم شدش که مخالفت آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی ایران به واسطه ذات مستقل بودن جمهوری اسلامیه. بنابراین آمریکایی‌ها به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم، ما شیعه هستیم، ما نژاد ایرانی هستیم، با ما مشکلی ندارن چون ما مستقل هستیم. میدونید این یعنی چی؟ این یعنی این که آمریکایی‌ها پس لاجرم با هر کشور دیگری، با هر نظام دیگری که مستقل باشه مثل ما دشمنی خواهند کرد. اگر با ترکیه مخالفت نمی‌کنن، اگر با هند نمی‌کنن، اگر با ژاپن نمی‌کنن، اگر با برزیل نمی‌کنن، با آرژانتین نمی‌کنن، برای اینکه اینا همه نوکرن. پس بنابراین این نزدیک به 200 کشوری که عضو سازمان ملل هستن همه نوکر آمریکا هستن. 3 تا کشور یا 4 تا کشور هستش که مستقلن. سوریه هستش مستقله، کوبا هستش مستقله، کره شمالی هستش مستقله و جمهوری اسلامی ایران. این 4 تا کشور فقط مستقلن چون مشموله، ولی تمام کشورهای دیگه مستقل نیستن و وابسته و نوکر آمریکا هستن. 1-2 آمریکایی‌ها می‌خواستن کودتا بکنن، بنابراین دانشجویان مسلمان و انقلابی و قهرمان ما از دیوار سفارت آمریکا 13 آبان رفتن بالا و اونجا رو گرفتن. آقای نوبری هم باشون موافق نبودن البته. و اونا رفتن و سفارت رو گرفتن. اما شما باید جواب منو بدید. سوال چرا دانشجویان مسلمان خط امام سفارت آمریکا رو اشغال کردن؟ برای اینکه آمریکایی‌ها می‌خواستن کودتا بکنن. من یه بار دیگه صورت مسئله رو میگم. چرا دانشجویان مسلمان خط امام سفارت آمریکا رو اشغال کردن در 13 آبان؟ برای اینکه آمریکایی‌ها می‌خواستن کودتا بکنن. فکر نکنم کسی در این سالن باشه و این رو نشنیده باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آمریکایی‌ها در آبان 1358 که یه چیزی حدود 8 ماه 9 ماه از انقلاب گذشته بود می‌خواستن در کشور کودتا بکنن. یعنی آمریکایی‌ها انقدر احمقن، انقدر منگلن، انقدر عقب افتادن که سال 57 که ارتش شاه یک دست بود، یک پارچه بود، ارتش شاه درب و داغون نشده بود، خود شاه در کشور بود، از کشور خارج نشده بود، انقلاب صورت نگرفته بود، به فکر کودتا عقلشون نمی‌رسید که کودتا بکنن و جلوی انقلاب رو بگیرن. 7 ماه بعدش، 8 ماه بعدش، 9 ماه بعدش، 10 ماه بعدش
که در کشور انقلاب شده، ارتش شاه درب و داغون شده، فرماندهان ارتش یا فراری هستند یا محروم خلخالی تیربارانشون کرده یا یه جای قایم شدن و غیره. به علاوه در اطراف و اکناف مملکت صدها هزار قبضه اسلحه دست مردم، دست کمیته ها، دست داوطلبین افتاده. آمریکایی‌ها انقدر احمقن که اون وقت در اون شرایط میخوان کودتا بکنن. ببین اگه شما شروع کنید یکی یکی اینا رو بخواید جواب بدین، واقعا مثنوی 70 من کاغذ میشه. بنابراین نمیدونه آدم که به کدوم یکی از اینها بخواد بیاد جواب بده. بعد از انقلاب در همون آبان ماه سالگرد انقلاب الجزایر بود. اون موقع الجزایر برای ما خیلی مهم بود، برای ما خیلی محترم بود، انقلابش مردمی بود، مثل الجزایر الان نبود. نوکر الجزایر دعوت کرد و از ایران مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم دکتر شمران وزیر دفاع، آقای دکتر یزدی وزیر امور خارجه رفتن به سالگرد انقلاب الجزایر، رفتن به اون کشور. از آمریکا هم برژینسکی اومده بود، مشاور امنیت ملی و مرد شماره دو کابینه، سایرس وانس اومده بود وزیر خارجه و حالا یه سری افراد دیگر. آمریکایی‌ها تقاضا میکنن که با هیئت ایرانی ملاقات بکنن همون آبان، قبل از اشغال سفارت، قبل از 13 آبان تقاضا میکنن که با هیئت ایرانی موافقت بکنن. مرحوم مهندس بازرگان و دکتر چمران هم رایزنی میکنن با یزدی اینها و اونا میگن باش. ببینید هم آقای قربان اغلی میدونن، هم آقای نوبری، که در ملاقات های رسمی یه نفر هستش که باید بشینه منوت بنویسه، یادداشت رو بنویسه که ما چی گفتیم، اونا چی گفتن. اینها اون چه که من خدمتتون دارم میگم کوتاه شده و خلاصه یادداشت برداری هستش که منشیه که با مال آمریکایی‌ها بوده، هیئت آمریکایی‌ها بوده، که بعدها اینا رو به عنوان حالا منتشر شد. آمریکایی‌ها به ایرانی‌ها میگویند که ما با شما نه جنگ داریم نه دعوا داریم، انقلاب شما رو به رسمیت میشناسیم، جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت میشناسیم، ما و شما دشمن مشترکی داریم به اسم اتحاد شوروی در شمال کشور. از همه اینها مهمتر ما خواهان آن هستیم که سفارتمون در تهران دائر باشه، سفارت شما هم در واشنگتن دائر باشه و به علاوه میلیاردها دلار اموال شما در آمریکا هستش، صدها توافق قرارداد هستش که شما بعضیا پولشو همشو دادین، بعضیا نصفشو دادین، بعضیا یه سومشو دادین. اینا رو ما باید بشینیم حل و فصل بکنیم. برخی از تسلیحات رو ما دیگه نمیتونیم به شما بدیم، جنبه تهاجمی داره. خیلی از تسلیحات رو میتونیم به شما بدیم، جنبه تدافعی داره. همه قراردادها و همه این چیزایی هم که هستش فقط مال تسلیحات اینها نیستش، خیلی هاش مال صنعت، مال توربین، مال آب، مال پتروشیمی، مال فولاد، مال اینه، مال اونه. تکلیف اینا رو باید روشن بکنیم. ببینید یا ما باید بگیم آمریکایی‌ها دروغ میگفتن، آقای جاوید قربان‌اغلی، آمریکایی‌ها دروغ میگفتن و همون موقع که میگفتن ما شما رو به رسمیت میشناسیم، ما با شما دعوا نداریم، ما انقلاب ایران رو به رسمیت میشناسیم، همون موقع داشتن اون کودتا رو تحریزی میکردن که با افسران ایران که فراری شدن یا تیربارون شدن چجوری برنامه کودتای موفق رو در آبان 58 بریسن. منتها ببینید هیچ وقت ما اینا رو مطرح نمی‌کنیم. اگرم یک وقت مطرح بشه میگیم آمریکایی ها دروغ میگن، آمریکایی ها اصلا آمریکایی قابل اعتماد نیستن، ما فقط قابل اعتماد هستیم، آمریکایی ها اصلا قابل اعتماد نیستن. بنابراین اون روز هم داشتن دروغ میگفتن. حاصل این ملاقات چه شد؟ حاصل ملاقاتی که آمریکایی ها رسما میگن ما انقلاب شما رو به رسمیت میشناسیم، جمهوری اسلامی رو، و ما با شما دعوا نداریم، ما با شما مشکلی نداریم. خب حاصلش چی بود؟ حاصلش این بودش که مرحوم مهندس بازرگان وقتی برگشت اومد ایران همه بهش حمله کردن، همه انقلابیون، همه رادیکال ها، مارکسیست ها، حزب توده، چریک فدای غرب، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین، که به 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 شما رفتی نشستی با آمریکایی ها مذاکره کردی، شما اصلا از امام اجازه گرفته بودی رفتی با آمریکا بشینید مذاکره بکنید. خاره برادر، شما نزدیکترین کاری و ابتدایی و ساده ترین کاری که میتونین بکنین، نه به حرفای من گوش بدین نه به حرفای این آقا گوش بدین، بابا این کتابخونه مرکزیتون برین روزنامه‌های سال 58 رو بخونید،
کوچیکی که کار پیچیده‌ای نیستش دیگه، باید همینجوری تو این کتابخونه مرکزیتون باشه روزنامه سال 50. مرگ بر بازرگان چرا؟ برای اینکه نشسته با آمریکایی‌ها مذاکره کرده، اجازه نداشته از امام. میدونید محمود بازرگان چی گفت؟ محمود بازرگان فقط یک کلام گفت وقتی با این موج مخالفت‌ها مواجه شد. نه امام ازش حمایت کرد، نه شورای انقلاب، نه رهبران حزب جمهوری اسلامی، نه مرحوم شهید بهشتی، هیچ کی ازش حمایت نکرد. بازرگان فقط یک کلامه گفت، گفت نه ایشون امام، گفت نه ایشون محمد رضا پهلوی هستن، نه من امیر عباس هویدا. یعنی رابطه یه نخست وزیری و محمد رضا پهلوی نیستش که من برای آب خوردن هم باید از محمد رضا پهلوی اجازه بگیرم. توی مملکت انقلاب شده، خاک بر سر اون نخست وزیر بکنن که اجازه نداشته باشه یه ملاقات برگزار بکنه و بعد بیاد گزارش بده به شورای. ببینید اینا رو وقتی شما میذارید جلوتون و به اینها نگاه میکنید، اون وقت خیلی از چیزایی که مطرح میشه که ما برای استقلالمون اینجوری کردیم، ما برای نه نه بنابر دلایلی که خیلی پیچیده هست و تا به الان هم از نظر جامعه شناسی پیچیده، نه از نظر امنیتی و نمیدونم اینها، نه نه پیچیده از نظر بعد جامعه شناسی و علوم سیاسی پیچیده هستش که چه شد که آمریکا ستیزی، غرب ستیزی، استکبار ستیزی، صدور انقلاب به تدریج آمد و تمام اون اهداف و آرزوهای انقلاب رو که عرض کردم خدمتتون چی بود؟ انتخابات آزاد بود، نمیدونم آزادی بیان بود، یواش یواش اومد جای اینها رو در حقیقت گرفت. به نظر من خواهر و برادران، مشکل ما این نیستش که حالا تو توافق ژنو دقیقاً چی شده چی نشده، ما اونجا چی گفتیم، آمریکایی‌ها دقیقاً چی گفتن. نسلی که شما هستید یه وظیفه خیلی شاق دارید، اون وظیفه شاقتون این هستش که بررسی بکنید که چرا اهداف نهادهای بنیانهای دموکراتیک انقلاب از بین رفت و جاش رو رادیکالیزم آمریکا ستیزی اسرائیل رو باید از بین ببریم، انقلاب رو صادر بکنیم، جاش رو اینها اومد گرفت. و به نظر من کلید فهم خیلی از مسائل و تحولات این 34 ساله تو این تحول اجتماعی که سیاسی که در ماهای در همون سال نخست انقلاب اتفاق افتاد به نظر من شکل گرفته. اینگار فقط تو این جمع فقط من هستم که مطیع مجری هستم، هرچی میگوش میکنم هر طرف حرفای شدم. من در مورد آینده ژنو و به صدا اون موافقتنامه‌ای که اکشنی که الان داره یواش یواش شده به یک به صدا انشاءالله به یک سند توافق جامع بین ایران و پنج برابر یکتر میشه، در مجموع من خودم هم خوشبین هستم و هم امیدوارم. اون تا واقعیت اینه که دوستان لطفا همه نکنید، ما نمیتوانیم از خطراتی که اصطلاح این توافق ممکنه در مورد مخاطره قرار بده غافل بشه. تیم هسته ای ما با تمام توان و حرفه و قدرت واقعا مذاکراتی که ازش طرف داره در جهت تامین حد اکثر منافع کشور، همونطور که شاکرم بر اساس توافق و اون هم رویکرد بود این که آقای نوبرین فرمایند، دوستان اجازه بدید این که آقای نوبرین فرمایند همه چی رو خلاص کنم به چهار رو تصدیه شما کنم، چهار میلیارد و صد میلیون دلاره، این هم نیست. نه خیلی آقای نوبرین، اصل قضیه اصلا 4 میلیارد و ما در مقابل 4 میلیارد نمیدونم فرضون این که چرخش سوخت و از مثلا سمت دیگر رو نمیدونم فرضون فناوری نوعی نداریم، این چه این چیزی صحت نداره، اینطور نیستش. ببینید من البته مثل شما قطعا متخصص این مسئله نیستم، ولی خوشبختانه به دلیل دغدغه و نگرانی که دارم به طور خیلی جزئی دارم دعا
دنبال میکنم و حالا خیلی از این مطالبی که آقایون آیه ظریف و آیه عراقچی میان در از نما میگن، آیه روانچی، تخت روانچی، که از افراد مؤثر و در حقیقت آدم دست راست آیه ظریف در مذاکرات، بعد از هر مذاکرات میاد با یه تیمی هستیم که تیم هستی که 40 نفره هستیم که در حقیقت مشاوران تیم مشاوره آیه ظریف هستیم، میان و در حقیقت اطلاعات بیشتری رو، البته قطعا ما نه ما میخواییم نه ایشون مجاز اطلاعات محرمانهی که در خیرمون، ولی مطالب ایشون میگه واقعا اینطور که آقای نوبری بدبینانه مثلا نگاه میکنن نیست. اصلا ببینید من 4 میلیارد و حتی 400 میلیارد و یا 4000 میلیارد هم در مقابل دستاوردهای دیگه این مسئله من واقعا ناچیز میدونم. من عرض کردم خدمتون، ببینید کشور مانند کشتی بود که واقعا دچار طوفان‌های شده بود که داشت این کشتی رو داغون میکرد، این کشتی داشت چند پاره میشد. من خدمتتون عرض کردم، شاید گذرا دقت نکردیم، تصمیم ورود به این مسئله، تغییر در رویکردها فقط خواست آقای روحانی و تیم اینا بود. آقای روحانی مثلا اومده و که نه اصلا چنین چیزی نبود، نظام در کلیتش به این نشسته بود. این به این معنی نیست که حالا لزوماً میخواست آقای روحانی کار بکنه، چون میدانست آقای روحانی به دلیل سوابق کارش، به دلیل اشرافش به موضوع، به دلیل مقبولیتش در سطح جامعه که به داخل اون رأی آورد، به دلیل رویکرد مثبت دنیا به ایشون که آقا واقعا رویکرد ایران واقعا میخواد عوض بشه، این گزینه‌ای بود که به نظر من نظام حالا از سر توأن یا خورهم بهش در حقیقت تن در داد. آقای روحانی هم با اقبال مردم که من در مقاله‌ای هم منتشر کردم و ازش دفاع هم میکنم، اعتقاد دارم مردم به روی کرده آقای روحانی در باب مسئله یارانه ها و اقتصاد و اصلا آیه رای ندارد. آقای روحانی کمترین مباحث در حوزه اقتصادی در کمپین های انتخابی و در مناظره مطرح کرد. مردم به اعتقاد من به روی کرده آقای روحانی در سیاست خارجی رای دادن و این باعث شد که در حقیقت مورد اقبال مردم قرار گرفت و مورد اقبال جهانیان بعد از اون قرار گرفت. ما در بیدید که ایشون موقعی که رئیس جمهور شد یک کاری به خرج دادن و این دعوت از سران کشورها، شما دیدید چه کسانی اومدن و اگر زمان بیشتری بود که حالا آقای نوبری و آقای زیبا کلان میدانن که بالاخره برای هماهنگ کردن اومدن سران کشورها زمان زیادی علاوه بر امنیتی کشوری واقعا میخواد و تعداد بیشتری اومدن، زمان اندک بود و بالاخره اون تعداد اومدن. در اون زمان من یک یادداشت در ذهن من چیدم، بنابراین مردم واقعا به این رویکر رای دادن. بنابراین نه آقای نوبری، مثلا 4 میلیارد دلار اصلا مطرح نیستش. کشور در این دقیقه حتی در مسئله هستی که موضوع بحثی ماست، کشور در مسئله افتاد که ما توافق کردیم که آقا ما بر اساس این که گفتم نمیخواییم مثل دوره آقای جلیلی و مثل دوره آقای احمدی‌نژاد در این کشتی طرف رو ببریم و بردنم با ضرب فنی باشه، حاضر نیستم امتیاز ببریم ما، نه ما پذیرفتیم که بریم وارد مذاکره بشیم و کشور خب تحریم ها از بین بره. ایشون میفهمن تحریم ها بله آقای نوبری، اصلا من سوالی که مطرح میکنم این هستش که این همه اصرار برای اینکه آقای ظریف شما چرا تحریم ها رو قبل اینکه اینا لغو بکنن هی تمام تحریم ها رو تحریم میدیگه؟ سوال من اینه، تا قبل از اینکه آقای احمدی‌نژاد بیاد و در حقیقت سکان اداره چرا رو به دست بگیره، مگه ما تحریم داشتیم؟ تحریم بر اساس مسئله هسته‌ای یا نمیگفتن؟ ما اولین تحریمی که به کشور در حقیقت انجام شد بعد از قطعنامه شد اولین در 4 فوریه 2006 یعنی 15-11-4 یعنی 6 ماه بعد از سلطان آقای احمدی‌نژاد، پرونده ما از آژانس رفت به شورای ملی، همون کاری که نظام در طول دوره 20 چند ماهه آقای روحانی و آقای خاتمی میخواست این کار انجام نشه. و این کار اولین قطعنامه در قطعنامه 1696 در 13 ژوئیه 2006 یعنی 5-9-5-85 یعنی 6 ماه بعد از اون اولین قطعنامه و همینطور قطعنامه های 17-37 17-47 18-33 18-35 به ترتیب مسلسلوار تا رسید به قطعنامه 1929 که تحت در حقیقت
اگر دقت کردید در اون زمان در تحت مثلا 18 صفری تحت ماده چلی که فصل 70 منشور سازمان ملل تشکیل شد. به این آیه نوبری این حالا ما اومدیم میگیم که آقای تحریم ها باید بره. کسی نمیاد بگه که آقا اصلا چرا این تحریم ها به ایران تحمیل شد اگر ما همون روی کردی که در زمان آقای ولیعت آقای روحانی بر پرونده هستیم و زمان ریاست به خاتمی بود، مگه ما اصلا قرار تحریمی بشیم؟ مگه قرار قطعنامه بگیریم؟ حالا وایس دادیم. آقای نوبری ببخشید من اسم رو میگم آقای این که میگی بله من اصرار دارم آقای احمدی نژادی که میگفت قطعنامه ها ورق پاره بیش نیست اون یا اون به سال بدترش اون کاغذ فلانی هستش باید دور انداخت، ایشون باید بیا بگی آقا این قطعنامه ها چرا به کشور تحمیل شد و چرا چیزی که ایشون به کشور تحمیل کرده انتظار داره در عرض دو شب آی ظریف های روحانی رو همه رو با هم دیگه به قرار برطرف بکنه؟ چجور مگه امکان اصلا هیچ دیپلماتی هیچ مذاکره‌کننده‌ای میاد تمام این به اصطلاح ابزارهای گفتگوی خودش رو این دفاع از آمریکا نیست، دفاع از پنج برای دیگه یه روش منطقی مذاکره است. طبیعی است که خود دیپلماسی چانه‌زنی مذاکره چانه‌زنی و هر طرف که بتوانه بیشتر سعی می‌کنه امتیاز بگیره. حالا آقای ظریف و تیمش توانستن در ظرف همین فضایی که ما چندین قطعنامه تحریمی و اینا هستش واقعا به نظر من بیشترین امتیازات رو بگیرن، امتیازات که به قول آقای روحانی اشاره کردن که اگر چنانچه در زمانش برسه و بتوانن مطالبی که الان محرمانه است و آقای ظریف گفت اگر استیضاع هم بشن من این مطالب رو در هیچ جا نخواهم گفت اینو بیان بکنه. من این از این مسئله دیگه که در رابطه با مطالب های سیاه ببینید من واقعا عرض کردم سیاه و سفید دیدن مسئله روش منطقی نیست. بپذیریم که در میان سیاسی عناصر خاکستری هم رنگ خاکستری هم وجود داره. بله ببینید آقای دکتر زیبا کلام من با شما در این جهت موافقم که ما در حقیقت اون ولتاژ آمریکا تجدید رو بسیار بسیار زیادش کردیم که اینقدر واقعا مورد نیاز نبوده. یعنی مخصوصا الان در به خصوص الان و در دوره 8 ساله قبل این تبدیل به یک مسئله در حقیقت استفاده حاکمیت برای سرکوب نیروهای مخالف، برای بستن دهانها، برای گرفتار کردن بستن روزنامه ها، برای اینکه هیچ کس حق نداشته باشه. شما نگاه کنید مثال میزنم یه خانم کاترینشن اومده ایران، من چون در این مسئله مطلب من نوشتم میگم اومده ایران یک حالا رفته این ملاقات کرده. اولا به لحاظ روشی این ملاقات من مطمئنم با اطمینان کامل میگم امکان نداره نیروهای اطلاعاتی ما از این مسئله بی اطلاع بوده باشن. چرا؟ سفارت اتریش یه مکانی در کره ماه نیست، در روی خاک ماست و از 24 ساعت توسط پلیس دیپلماتیک مدار کنترل میشه. خانم اشتون میتونست اون تو بره بدون اجازه اونها، بدون اجازه آقای ظریف، بدون اجازه باش. مگه خانم نرگس محمدی و خانم گوهرشکی مگه میتونستن بدون اجازه برن اونجا؟ هر کس که بخواد بره نیروهای اطلاعاتی ما اونجا هستن. اینطور نیستش که حالا اصلا این شکل مسئله و اما در محتواش آخه مگه شما ببینید آقای اوباما رفت عربستان سعودی همین بعد از اون داستان بعد از اون واقعا جنجاله که من نمیشن یه یادداشتی جنجال بستری هیچ بپا کردیم. آقای اوباما رفت کجا؟ در عربستان سعودی. رفت در خیمه یا در مزرعه خصوصی آقای ملک عبدالله باش ملاقات کرد روز جمعه. فرداش یعنی روز شنبه صبح با معروفترین فعال حقوق زنان عربستان سعودی ملاقات کرد، جایزه بهش داد. این جنجال در رژیم به شدت کنسرواتیو و محافظه‌کار عربستان این جنجال رو پاشه که در کشور ما رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، تمام نمایندگان مجلس وادار کردن وزارت خارجه، اصلا کنده این مملکت شد خانم اشتباه ملاقات با خانم گوهرشکی و خانم آخه این واقعا چه داستانی تو من میگرد؟ این به خاطر همون مسئله که آیدی باطلا میگرد این حاکمیت و نظام چست حاکمیت و نظام برای این که در شرایطی بتواند جمع افکار عمومی رو در اختیار خودش داشته باشه و در کنارش بتوانی دهان بسیار زیادی گیر ببنده نیاز داره به این سوال. شما مطمئن باشید من به شما با اطمینان میگم امروز روز شهدای هسته‌ای بود، امروز روز فناوری روز ملی فناوری هسته‌ای بود. من از قصد آقای که اومده دنبال من
من ایشون رو معطل گذاشتم، نشستم در اتاق نگاه کردم. خبر این مسئله، حتی خبرش به عنوان خبر مثلا، خبر اول یارانه ها بود، خبر بعد مسئله آیه اومدن علیوف بود، و حتی یک خبر در مورد این مسئله که امروز روز ملی به اصطلاح فناوری هستی گفتن، چون فقط و فقط در خاتمه خبر ساعت 2 تلویزیون که من دیدم یه خبر ملاقات خانواده های شهدا هست با مقام معظم این مطرح شد، تازه هم گفته مشروع این گزارش در بخش های بعدی خبر پخش خواهد شد. کو الان پس کجاست این همه جار جنجال 8 سال گذشته، 6 سال گذشته، 5 سال گذشته؟ حالا نگاه کنید از این در کنارش، شما از امروز از دو هفته قبل شاهد شدید فال حقوق بشر آنچنان در این مملکت مثل مسئله هستی آنچنان بالا خواهد رفت. روزنامه های اختیارگرا، روزنامه های انحصار طلب، روزنامه های رادیو تلویزیون از این به بعد مرتب در بوق مسئله حقوق بشر. یه قطعنامه این اتحاد اروپا داده، مطالب میگفتی نه در نه اولین بار نه بدعته، همیشه در طول این چند سال گذشته بوده. حقوق بشر هم در طول 34 سال انقلاب همواره بوده. حتی من به عنوان یه فرد میدونم که حداقل سالهای گذشته کانادا مبتکر یه قطعنامه بوده و رأی هم میآورد. همین سال رفت، فقط یک دوره در دوره آقای خاتمی ما تماسی قطعنامه رو شکست میدیم از دور خارج بکنیم. حالا شما از امروز داشته باشید مسئله حقوق بشر خواهد درست که شما اصلا شد اصلا عدلیا و حاکم نظام برای اینکه آقا بالاخره مملکت داره به همجنس بازا و نمدیکی و فلان بهمان داره. خیلی ممنون، خیلی ممنون دوستان. رو ارزم حضورتون الان وقتا تمام، باز من آخر جلسه وقتا رو اعلام میکنم، ولی چون سوالاتی از آقای نوبری شد بنده تقاضا میکنم ایشون در حد فقط 5 دقیقه آقای نوبری لطف کنید به سوالات پاسخ بدید تا انشالله بریم سر پرسش پاسخ. دوستان ببینید، خیلی وقت زیادی رو باز آقای دکتر زیبا کلام و آقای قربان‌اوغلی این مسئله رو مطرح میکنن که رفتی به موضوع بحث نمیدن، منم با اینا هم دردم. بنابراین در روزه شما در هر زمینه که میگیم من با شما هم دردم. بنابراین ربطی به بحث نداره، هر چی شما گفتید در بخش روزخانی ایشون شما من از شما بیشتر روزه میکنم، ولی موافقت نامه ژنو ببینید، موافقت نامه ژنو ایشون میگه من وارد جزئیات نمیشم، بحث همینه دیگه. ما ببینید من براتون بگم دوستان، من اومدم امروز و تلاش میکنم، اصلا تلاش من برای چیه؟ من تمام تلاشم برای اینه که بگم دوستان نه افراد نه تفریق. اگر اون افراد گذشته غلط بود اکثر عمل اون تفریق نیست. میدونید چرا؟ نگاه کنید یک روش مذاکره اشتباه در دوره آقای خاتمی که نتیجه نداد و منجر شد به این که ببینید ما تو دور آقای خاتمی استراتژی رفتیم دیگه، هر چی اونا گفتن انجام دادیم، بعد آخر اون گفتن نه ما اعتماد پیدا نکردیم تعطیلش کنیم. بعد همین به اصطلاح سرخوردگی ملت و وادادگی که پیش آمد عکس العمل این اوضاع در واقع ضعیف اومدن رو کار یک دولت رادیکال. اصلا ما باید اون چی که در کشور انجام بدیم اینه، نه اون تفرید درسته، نه اینکه عکس العمل اون دولت رو کار اومدن دولت رادیکال باشه. و الان دوباره عکس العمل اومدن رو کار یه دولت رادیکال، دوباره یه دولت ضعیفی که با طرف مقابل حرفه‌ای مذاکره نمی‌کنه. تمام تلاش من اینه که دوستان اونایی که رشته سیاسی داری تحصیل می‌کنید به خصوص دیپلماسی راهی بین این هر دو داره، نه اون افراد نه این تفرید، نه اینکه اون کاغذ پاره میگفت این قطعنامه کاغذ پاره هست، هر چی میخواد صادر کنید قطعنامه دونتون پر بشه پاره بشه یا پر بشه. نه اون درسته، نه اینی که این همه بالاخره ببینید میگن این برنامه هسته‌ای گرازه هست، نمیدونم عقب افتاده هست، به قول شما 80 سال پیش علم فلان هرچی هست، همین برنامه هسته‌ای که طرف‌های مقابل رو حساس کرده که این مصیبت‌ها رو برامون درست کردن. پس یه مذاکره کننده حرفه‌ای کاری که باید بکنه اینه که بگه این چیزی که شما رو نگران کرده رو من اگه میخوام بردارم در مقابلش باید اون چیزی که ما رو نگران کرده تو هم بردارم. این میشه تعادل استراتژیکی. من تمام تلاشم از این زاویه، از یک زاویه حرفه‌ایه، نه اینکه میگم این دوست و اون دوست و این حرفا، و این پاسخ نداره، ندادن. اگه یه بار دیگه اینجا بذارید میتینگ بذارید بشینیم دونه بدونه بنده موافقتنامه جلو رو تحلیل حقوقی سیاسی کنیم که
این موافقتنامه ژنو تعادل رو به هم زده به نفع طرف مقابل. یه بحث حرفه‌ایه بگید دوستای شما فلان آمریکا سفیدی فلان، اصلا با این بحثا کاری ندارم که. دیگه دو، آقای دکتر زیبا کلام خلاصه حرفش اینه دیگه، میگه اگه شما با اسرائیل دوست می‌شدی مشکلات ما همش از اینجا شروع شده. ایشون بیشتر اعتماد دارن به صداقت آمریکا و اسرائیل، میگن اینوری همش دروغ میگن، اونا راست میگن، همه اثباتشون این بود دیگه که اونا اینا رو گفتن ما همش گفتیم شما دروغ میگید. از من آقای زیبا کلام، ما در دنیای واقعیت‌ها زندگی می‌کنیم. آقای دکتر مصدقم یه آدم ایدئولوژیک بودن، ایشون آدم ملی بودن، می‌خواستن برای کشور کار کنن، زدنش. پس موضوع این نیست که شما میگه میخوای جنب بدید به بچه‌ها که ایدئولوژی و اسلام و ستیز با آمریکا مشکلات مصیبت برای ما درست کرده. مصیبت از قبل، از زمان انقلاب مشروطه شروع شد، تا ملت ایران خواست آزاد بشه مجلسشو به توپ بستن، تا ملت ایران اومد نفتشو مستقل کنه ملی کنه کودتا کردن، زدن لتوپارش کردن آقای مصدقو. اونا ملی بودن، اونا ایدئولوژیک بودن، اونا حزب اللهی بودن، حرفا نیست. الان هم همینه، یعنی جریان، یک جریان هم که اول جلسه گفتم، مسئله اینه که ایران در خاورمیانه آقای دکتر عزیز بحثای استراتژیکی باید بکنید، یه زمانی ایران رو شما بهش توجه بفرمایید. در هر منطقه آمریکا یک سیستم استراتژیکی برنامه داره، در منطقه خاورمیانه ما ردیف ما رو نگاه کنید، تا میره به تونس و به لیبی و مصر و سوریه و بله اینا میرسه. استراتژی آمریکا اینه که هیچ کدوم ما قدمون باید از اسرائیل نره بالا. اینجا منطقه ژاپن نیست که اجازه بدم اون مثل ژاپن بریم جلو. بهترین مثالش، تمام آرزوی شما اینه که ما با اسرائیل دوست بشیم، مشکلات تمام آخر خلاصه حرف شما اینه دیگه. از من این هم هم دارید میگید، یک کلمه، ما با اسرائیل دوست بشیم همه چی حل میشه. حالا من به شما میگم آقای حسنی مبارک همین نظریه شما رو داشت. 30 سال پیش رفت با اسرائیل دوست شد، کمپ دیوید رو امضا کرد، با آمریکا دوست شد، همه این کارا رو کرد. دیدید مصر شد ژاپن، مصر به چه فلاکتی افتاد که حتی الان برای رزق و روزی نون شبشون آمریکا باید سالی 8 میلیارد دلار کمک کنه که اینا بخورن و بخوابن. و بعد به همین دلیل جوانای مصری انقلاب کردن، به دلیل همین فقر انقلاب کردن و ساقط کردن حسین مبارک. بنابراین اینجوری نیست که ما الان بریم با اسرائیل دوست بشیم کشور میشه گل و بلبل. الان اتفاقا من اینو بگم دوستان، همین مقاومت ما، نه آمریکا ستیزیه به قولشون با دوز بالا، همین مقاومت ملت ایران، همین دوستای شما انجمن اسلامی ها، همین کاری که پدران شما تو این 30 و چند سال کردن، همه اینها هست که اتفاقا ببینید کشور ما رو در مقایسه با مصر، باید با اون چیزی که اطرافتون قیاس کنید، در مقایسه با عربستان ببینید، نگاه کنید از اون از اول خاورمیانه شروع می‌کنید، ببینید چه فلاکتی پیدا کردن. لیبی بدبخت شد چون با آمریکا ساخت، مصر بدبخت شد چون با آمریکا ساخت. اجازه بدید همه اینها رو نگاه کنید. اگر این دوستای انجمن اسلامی شما نبودن، اگه پدرای شما نبودن، اگه این مقاومت‌ها صورت نمی‌گرفت، ایران الان به همین قوت و قدرتی که الان ایران هم یه مصر ثانی بود. همینجور فکر نکنید که ما بریم با اسرائیل دوست بشیم ایران بالا بالا میشه. خیلی ممنون، لطف کردید. عنوان اولی سوالی کردید. خیلی ممنون دوستان عزیز، جز کردیم بنده از آی زیبا کلام، آی نوبری، آی جاود و بود از آی